حدود شش سال از اسارت و مجروحیت شیخ زگزاکی روحانی برجسته شیعیان نیجریه در زندانهای حکومتی این کشور و عدم توجه جدی افکار عمومی جهان می گذرت. در تاریخ 13 دسامبر 2015 22 آزر 1394 در حالی که شیعیان نیجریه مشغول ازاداری امام حسین علیه السلام در حسینی ازاریا بودند پلیس این کشور با نقشه قبلی و در راستای قلع و قمع شیعیان نیجریه به این حسینیه و منزل شخصی ابراهیم زگزاکی حمله کرد و با به شهادت رساندن بیش از هزار نفر از شیعیان و شماری از اعضای خانواده زگزاکی نیز به شدت مجروح نمود و به اسارت برد زگزاکی تا به امروز نزدیک به شش سال است که به دلایل واهی و اتهامات کذب با وضعیت بد جسمانی به همراه همسرش به شکلی بسیار ظالمانه محبوس است دادگاه های متعددی هم تا کنون برای وی و همسرش تشکیل شده که کاملا مشکوک است چرا که مقامات دادگاه با احضار شاهدان دروغین در تلاشند تا روند دادگاه را به کندی به پیش ببرند تا به این ترتیب بتوانند نقشه اصلی خود یعنی دور نگه داشتن شیخ از میان مردم و از آن مهمتر مرگ تدریجیش را رقم بزنند در حالی اصالت شیخ ابراهیم زگزاکی و همسرش نزدیک به 6 سال میگذرد که او با وجود بیماری ها و جراحت های بسیار و مسائبی که پیش از این در به در رسیدن فرزندانش به دست حکومت نیجریه متهم شد مقاوم و صبور در مسیر حق خواهی خود حرکت می کند. در این مدت دادگاه های ناعادلانه بسیاری با حضور شاهدان دروغین فرمایشی برگزار شد که همه آنها در راستای محکومیت شیخ زگزاکی طراحی و یا بی نتیجه بودند. میلیون شیعه نیجریهی در این سالها با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی این روحانی شیعه شدند که نیروهای حکومتی آنها را نیز به شدت سرکوب کردند. آخرین دادگاه شیخ زگزاکی 25 ژانویه سال جاری با حضور شاهدان دروغین دولتی برگزار شد که یکی از شاهدان معاون رئیس پلیس نیجریه بود با وجود چنین شرایطی پیش بینی می شود در این دادگاه نیز حکومت نیجریه باز هم وضعیت شیخ و همسرش را نامعلوم نماید